پرسش دیگه ای که از محضر حضرت عالی داشتم پیرامون حضرت امام بود. مسلما حضرت عالی بیشتر از هر کس دیگه ای در زمین امام با امام برخورد داشتید و در باره ایشون مطالعه کردید. میخواستم ببینم شما امام را چگونه شناختید و دوم اینکه عمق حرکت امام بر چه اساسی بود و چه هدفی در این زمینه از سوی امام دنبال میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا یک کلمه فقط بگویم، امام مردی بود که از ابعاد مختلف فوق العاده بود، یک انسان عادی نبود از نظر روحی و معنوی، قدرت تصمیم از این قبیل امور، یه فرد فوق العاده بود. من امام را قبلا در زمان حیات مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی در قم یک بار در منزل مرحوم آقای بروجردی دیدم، چندین بار با امام در رهگذر برخورد کردیم، یکی دو بار هم در حرم ایشون رو دیدم. البته من سالها میرفتم قم برای سخنرانی های آخر ماه صفر دهه آخر، این تصادفا بود. اون چیزی که اول به نظر من آمد درباره امام، امام را مردی دیدم ساکت اما عمیق. بعضی از افراد سر و صداشون زیاده ولی عمقی ندارند. امام اغلب ساکت بود، از کمتر در مجالس صحبت میکرد. حالا مسئله درس رو بذارید، در عادیات کمتر صحبت میکرد. من همون وقت که امام رو میدیدم و مقایسه میکردم با بعضی از آقایان، واقعا به نظر من میامد که بعضی از آقایون عالمن ولی مثل رودخانه ای هستن، دو وجب آب داره، سه وجب آب داره، سر و صدا زیاده ولی آب خیلی نیست. اما امام رو که می دیدم مثل رود کارون می دیدم، ساکت. این در عین سکوت اینقدر قدرت داره که کشتی رو واژگون می کنه. اصلا این یه تفاوت عظیمی بود در نظر من نسبت به امام. و بعد این تفاوت روشن شد. منشأ این تفاوت یکی ساختمان امام بود از نظر عقل و هوش و درک و قریحه. برقاسا در یه موضوعی جرقه میزد و تصمیم میگرفت. مثلا من فراموش نمی کنم موقعی که تازه امام آمده بود تهران، در خیابان ایران در مدرسه علوی بود و من مکرر اونجا خدمتشون رسیدم و آقایان دیگه می اومدن و مکرر، آقای صدوقی از یزد بود، آقای طالقانی بود، آقایون دیگه بودن در اون اتاق اندرونی که می رفتیم. آقا یه روز بود که خب به خاطر دارید فرماندار نظامی اعلان کرد دوی بعد از ظهر با رادیو که از چهار بعد از ظهر رفت و آمد ممنوع در خیابون ها. این خبر رو که گفت اونجا مورد شور قرار گرفت. این آقای طالقانی که خیلی سیاست دیده بود گفت به نظر میاد مهم نیست، خوب گفته مردم نیاد. بعضی دیگرانم مردد. اما امام، من یکی از
الهامات الهی در انقلاب اینه میدونن. امام بلافاصله گفت قلم آوردن اعلامیه نوشت که از ساعت دولت غیر رسمی، حکومت غیر رسمی، فرماندار نظامی غیر رسمی، اعلامیش هم ارزش نداره. از ساعت 4 بعد از ظهر که قدغن کرده تمام مردم از زن و مرد و بچه و بزرگ و کوچک به خیابونها بریزید برای اینکه نقشه های خائنانه دولت رو از بین ببرید. بعد معلوم شد که اصلا این جزء دستورهای امریکا بوده که 4 بعد از ظهر مردم نیان، نظامی ها، تانگ ها، مسلسل ها بیان. و حتی از بعضی از افراد وارد من شنیدم که دو نقطه قطعا بنا بوده بمباران بشود، یکی همون منزل امام و دبستان علوی برای اینکه امام کشته شود، ولو 2000 نفر هم کشته شوند، یکی هم در قم و مراکز حساس قم. آقا امام نقشه رو با یه اعلامیه به هم زد. اولا یه دونه دستگاه مخابراتی محدود نزدیک امام بود، تو اون دستگاه گفتن و به علاوه بلافاصله اعلامیه امام رو تکثیر کردن. این جوانان علاقمند پرشور با دوچرخه و موتورسیکلت تمام تهران رو گشتن و به افراد حساس یه نسخه دادن که به محل بگه. آقا فلج کردن دولت رو، تانگا آمد بیرون، مردم هم تو خیابونا نشستن. اصلا نقشه رو برباد داد. این یه مغز عادی نبود، این تصمیم رو گرفت. و اگر اون تصمیم رو نمی گرفت، من اگر نگویم انقلاب خیلی ضربه از بی بیرفت، شاید خیلی ضربه میخورد، ضربه غیر قابل جبران. خب یه همچه آدم است از نظر قریحه و استعداد. علاوه بر این اونقدر به مبانی ایمانی و الهی اعتقاد داره و اونقدر متکیه به خداونده که اصلا در تمام اعمال حساب خدا را می کند، غلبه و مغلوبیت رو معیار نمی دونه. الان هم تو نوارها گاهی رادیو پخش می کنه، امام صریح می گوید غلبه کردن، مغلوب شدن برای مردان خدا نیست. هر که برای خدا قیام کرد، اگر به ظاهر غلبه کرد، در باطن غلبه کرده، و اگر به ظاهر کشته شد و از بین رفت، باز هم غلبه کرده. معیار رضای خداست، نه معیار غلبه های ظاهری. اینم یه مطلب. کسی که اینجور فکر میکنه شجاعه، یعنی نمیبیند این کارش چه عوارضی داره. از عوارضش نمی ترسد، از دشمن قوی نمی ترسد، از پیش آمدها باک ندارد. یه مردیست قوی و ثابت و نیرومند، مسیر خودش رو برای خدا می پیماید و می رود. و یه مطلب دیگر که برای من که حل نشد، برای مرحوم آیت الله شهید آقای مطهری هم حل نشده موند، و اون این بود که این آقای امام خب فشار آوردن از عراق بره بیرون، آمد تصمیم گیره بره کویت، رفت کویت هم راه ندادن. این چه موجودی بود؟ آیت الله مرجع تقلید، بگی میریم پاریس، میریم اروپا. اصلا تصور این نمیشود. این مرد آمد و رفت اروپا. اینقدر خدا با او بود که اگر آقای خمینی
امام بزرگوار به کویت رفته بود، یعنی به زندان رفته بود. کویت مثل یه دهکده، در روز یه بار یه خبرنگار ضعیفی بیاد و سوال بکن. آقا امام رو خدا فرستاد به پاریس. اذا اراد الله شیئا حی اسبابه، خدا میخواد قبل از اینکه امام سوار کار بشود در جریان مملکت، اهدافشو به دنیا بگه. آخه تصور میشود که آقا اینقدر خبرنگار آمده که باید نوبت بگیرن و تمام خبرگزارهای رسمی دنیا حرفای ایشونو مخابره کردن. خلاصه امام رو خدا جوری کرد که از بغداد بیرونش کردن، به کویت هم راهش ندادن، برای اینکه برود در یک میدان وسیعی و با سرعت حرفاشو به گوش دنیا برسونه و قبل از اینکه بیاد در ایران خودشو معرفی کرده که من کیم و چیم و چی میگم و هدف اون چیه. اینا عنایات الهی است درباره او و خود او هم که اونقدر با ایمان. خب چقدر مردم از ایران رفتن برای پاریس، من جمله مرحوم آقای مطهری. آمد منزل ما مرحوم آقای مطهری، گفت شما پیامی برای آقا دارید؟ یه دو سه تا موضوعی بود من تذکر دادم به طور خصوصی. بعدم ایشون خداحافظی کرد و رفت. وقتی آقای مطهری برگشت، من رفتم به دیدنش. بعدن با تلفن گفتم این موقع کسی نباشه من بیام. موقع خصوصی بود، اول شب بود، رفتم. اولا اون موضوعاتی که گفته بودم ایشون گفته بوده، جوابش هم گرفته بود. اما دیدم آقای مطهری میگه آقا من مبهوتم. گفتم چرا؟ گفت آقا این کاری که در نظر گرفتی با این همه نظامی، با این همه دستگاه های تا دندان مسلح، با اون همه حمایت های امریکا و انگلستان و فرانسه چه خواهد شد؟ آیا واقعا این موفقیت میاد برای امام؟ اینو تو اتاق من بودم و مطهری گفت. امام به من گفت، من گفتم آقا خطر خیلی مهمه، چه میبینید خودتون؟ گفت علی تحقیق پیروزی. گفت من این جمله رو خب مطهری مولا غیر از یه نفر کاسبه که این حرفو بزنه. گفت از یه طرف امام عظمت داره، من نمیتونم بپرسم چرا، ولی بعد در این حال گفتم شرفیاب محضر امام عصر شدید، این خبر رو داده؟ نفی و اثبات نکرد. گفت قطعا پیروزی. گفتم الهامی برای شما شده؟ گفت قطعا پیروزی. گفت از هر دری من وارد شدم ایشون نگفت چیه، ولی اون چنان با قاطعیت میگفت که پیروزیم و اعتنا به این همه وسائل و تانگ و توپ و افسر و اینا نکنید، علی تحقیق پیروزی با ماست. و آقای مطهری با حال بهت به من میگفت، متحیر بود. گفت منم آخر ندونستم که ایشون از چه منشئی، از چه منبعی به این واقعیت رسیده، ولی خب این کسی که اینقدر قوی صحبت میکنه، رعب و وحشت و ترس و امریکا و کشتن و بستن دیگه به نظرش نمیاد. این اینجوری بود، یه همچه انسان. و این انسان قوی نیرومند در اون مواقعی که
از اسارت خارج شد، از تبعید ترکیه و رفت به نجف. از اون موقع، شاید همون الهامات همون وقت شده بود، از اون موقع شروع کرد درس ولایت فقیه دادن. آقایون علما، مجتهدین، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب حج، اما ایشون درسش درس ولایت فقیه و قلم به دست گرفته ولایت فقیه داره می نویسه. من اون وقتی که نجف بود، آمدن بعضی از آقایون و گفتن ایشون الان مشغول امر ولایت فقیهه، من همون موقع گفتم این فکر حکومت، این میخواد حکومت به دست بگیره. صحبت این که فلان وزیر بره، فلان وکیل بره، فلان نه، این حکومته، میخواد این حکومت زیر و بالا کنه. این الان در این فکره و داره تو مغز خودش اینو میپزه، میگه باید اسلام رو پیاده کرد. اسلام که بخواد پیاده بشه، مملکت حکومت میخواد. به قول امام رضا علیه السلام، انا لا نجد امتا من الامم ولا ملتا من الملل آشو و بقو الا بقیم و رئیس فیما لابد لهم من امر دین و دنیا. مملکت حکومت میخواد. حالا که مملکت حکومت میخواد، کی حکومت بکنه؟ برنامه چیه؟ گفت برنامه ولایت فقیه، حکومت دست فقیه. فقاهت اسلام یعنی پیاده کردن قرآن، فقاهت اسلام یعنی اجرای برنامه های پیغمبر. این فکر تو مغز این آقا بود که ولایت فقیه رو در نجف نوش. خب بعد حالا میخواد وارد عمل بشه. اون فشارها آمد رفت پاریس. پاریس موند، گفت باید شاه بیاد بیرون تا من بیام، تا شاه نری من نمیام. برای اینکه اگه شاه می بود و میخواست بیاد، نظامی ها به اتکاعش ها ممکن بود تو همون فرودگاه مطلب رو عوض کنه. علاوه بر این، على تحقیق اگر شاه می بود، به اون مقدار استقبال مردم تحقق پیدا نمی کرد. گذاشت شاه بره. بعد اون رئیس دولت بدبخت فرودگاه رو بست و امام نیاد و فلان، و یه چند روزی دست و پای مذبوحانه زد. ولی خب امام آمد، امام آمد، نکته فوق العاده مهمی که بعضیا حتی تعبیر می‌کردن که این خونها جوابشو کی میده، از این قبیل میگفتن، شاید الانم بعضیا میگن، اما اینا مسئله نمیدونن. خیلی که ادب کنم نمیگم سوء نیت دارن، مسئله نمیدونن. یه مسئله شرعی است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از واجبات، اما دارای احکامی. اگر یک نفر آدمی شراب میخوره، یه مسلمانی دوستانه بهش میگه نخور، قمار میزند میگه نخور، اما اگر فحشش داد دیگه نباید بیسته بره. تمام فقها نوشتن امر به معروف و نهی از منکر واجبه، اما اگر امر به معروف باعث هتک و توهین و خون ریخته شدن و خطر و بلا برای دوستان، برای فرزندانش، نه،
مثلا بیاد یه عرق فروشی رو بخواد ببنده، خب فقط بیاد یه کلمه بگه. اما چهار تا افراد شارب الخمر بیان عمامه این آقا رو به گردنش ببندن، سیلی بزنن به این آیت الله محل که چرا میگه عرق فروشی رو ببندم، نه این آیت الله حق نداره این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه این یک گناهیست. عز یک مسلمان از یه دونه گناه شرب خمر یه نفر بالاتر. اما در جایی که خود اسلام در خطر واقع بشه، این خود اسلام در خطر، غیر از اینکه یکی از قوانین اسلام در خطر مشروب فروشی باز شدن، یعنی قانون انما الخمر والمیسر تا آخر پایمال شده در اینجا، اما اصل اسلام نیست. ولی اگر اصل اسلام در خطر واقع بشه، دیگه اون شرایط و مقدمات سیلی نخوری، کتک نخوری، امامت به گردنت بسته نشه، بچت صدمه نخوره، خونت و آتش، اینا نیست. مسئله اصل اسلام یه حساب جدا داره. معیارش هم خود امام حسینه. امام حسین از مدینه که حرکت کرد، گفت من میخوام برم برای امر به معروف و نهی از منکر. خب این همه علما نوشتن امر به معروف و نهی از منکر نباید مستلزم قتل باشه، نباید مستلزم غارت باشه، نباید مستلزم خطر به زن و فرزند باشه. خب امام حسین، شما دارید میرید برای امر به معروف، جان خودت، جان بچت، جان برادرت، جان عزیزانت همه در خطر، کشته شدن، زن و بچه هم در بدر، دیگه از این خطر بالاتر چیه؟ این چه امر به معروفیست؟ جوابش اینه، اگر اصل اسلام در خطر واقع شد، دیگه عوارض و بلایا و این حرفا در مقابل اصل اسلام ارزشی نداره، هیچی. ولذا حرفای امام هم خیلی مکرره، میگه حفظ اساس اسلام مقدمه بر همه احکامی تو نوارها هست. بنابراین امام حسین در زمان برادرش که معاویه بود زندگی میکرد، برادرش بود، قیام نکرد مثل امام حسین، برای اینکه معاویه مرد زرنگی بود، در باطن بی ایمان بود، اما در ظاهر نمیخواست اساس اسلامو برهم بزنه. امام حسن از دنیا رفت. بعضی از افراد نادان میگن چرا آقای امام حسن مثل امام حسین قیام نکرد؟ خب به اینا باید گفت که امام حسن مجتبی در سال 50 از دنیا رفت، قضیه کربلا سال 61 واقع شد، بنابراین 10 سال امام حسین بعد از برادرش زنده بود در مقابل معاویه، اما قضیه عاشورا درست نکرد، چون معاویه باب عاشورا نبود، در حد نهی از منکر شراب نخور قمار نزن بود. اما تا معاویه در 60 از دنیا رفت، یزید آمد، مرد وقیه بی آبرویی که صریح در مجلسش میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، اصلا آل هاشم با مملکت بازی کردن، وحی نبود، دینی نبود، قرآنی نبود، خدا اصلا اینجور بود. رسید به اونجا که اصل اسلام در خطر واقع شد، لذا امام حسین قیام کرد و در اینجا نهی از منکر محدود نیست، میره جلو به قیمت غارت و قتل و اسارت و کشته شدن و جان دادن و قطع شدن تا آخر. امام در قیام خودش این مطلب رو دید، امام همون مطلبی را دید که امام حسین دید.
امام حسین دید با وجود یزید اساس اسلام در خطره. این مرد وقیح قدم به قدم می رود تا ریشه اسلام کنده بشه. امام هم دید این برنامه ای که امریکا پیش گرفته و این مأمورینی که امریکا گمارده و این مستشارانی که امریکا فرستاده، اینا می روند تا اونجا که اساس اسلام رو ریشه‌کن کنند. بنابراین قصه قصه خود اسلامه و لذا امام یک کلمه دارد که اینو اهل تحصیل فقه و فقاهت می فهمند، متوجه می شوند. امام در یکی از اعلامیه‌هاش، حالا یا سخنرانی بود یا اعلامیه یادمه، که امام گفت باید قیام کرد بلغ ما بلغ، به هر جا رسید، یعنی دیگه 10 تا کشته شد، 40 تا کشته شد، 400 تا کشته شد، غارت کردن، بردن، زنا رو زدن، بچه ها رو لگ، اینا نیست، بلغ ما بلغ.